درود به تمام شما بیننده های عزیز، صبحتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی در این برنامه با شما هستم و خیلی دوست دارم شما نیز در برنامه ما را همراهی کنین، دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم در برنامه با مهمان ما شریک بسازین. با بلند رفتن آمار مثبت ویروس کرونا در افغانستان، نگرانی شهروندان از شیوع بیشتر این ویروس و نبود امکانات بهداشتی افزایش یافته است. اینکه وزارت صحت آمد چقدر آمادگی و امکانات بهداشتی برای مبارزه با این ویروس داره، امروز با محمد ناصر فوشنجی رئیس هماهنگی صحت ولایت بحث میکنیم. شما هم فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش های داره در رابطه به همین موضوع با جناب فوشنجی در میان بگذارین. اگر تماستان وصل نمیشه، راه دیگر نشانی فیسبوک ما است که شما را در برنامه وصل میکنم. میتونین پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. لطفاً و بیننده ما که میخوان بگونی زنده در برنامه با تماس شون، ازشون خواهش میکنم زمانی که با تماس میشین صدای تلویزیونتان را پایین کنین، موقعیتتان را خوب انتخاب کنین و پرسشتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم باشه. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. رئیس، خیلی خوش آمدین، سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتین. خوب از در آغاز برنامه تازه ترین آمار را با بیننده ما شریک بسازین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت همکاران تلویزیون خوب یک و هموطنانی که ما را از پشت پرده تلویزیون نظاره میکنن. آخرین آماری که ثبت شده، آمار معلوم دارده تغییر است. چرا میفهمین که 10 نفر بیبود یافته از آمار کم میشه، مگر آماری که به دست ماست 237 واقع مثبت در افغانستان ثبت شده و زیر کنترل همکاران وزارت صحت هم است. ممنون شما. در این مورد با شما بیشتر بحث میکنیم. بیننده ماری خط هستن، سلام بفرمایید. تماس شما وصل است بیننده عزیز، بفرمایید. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، اگر پرسش و یا دیدگاه دارین در برنامه زنگ بزنین، در غیر این صورت بگذارین زمان با او بیننده ما که واقعا میخواین در رابطه با موضوع برنامه ما که خیلی هم جدی است پرسش ها و دیدگاه هایشان با جناب فوشنجی در میان بگذارن. بیننده دیگر ما روی خط هستن، سلام بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد، با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب فوشنجی، ما در تمام کشورها بانک اقتصاد بالا دارن، از هر نگاه امکانات دارن، میبینیم ویروس کرونا اونا را به زانو در آورده و در افغانستان هم احتمال چنین چیز میره. شما چرا وضعیت اضطراری اعلان نمی کنین در تمام ولایت افغانستان؟ شما ببینین که از روزی که ویروس کرونا در چین آغاز شد، وزارت صحت عامه با تمام انرژی و توان خود شروع به مبارزه با این پدیده و با این ویروس شروع کردن و تقریبا تا بسیار حدود خوب هم بودن. ما بسیار به صراحت گفته میتونم که ولایاتی که بسیار آسیب پذیر بودن در این یک ماه گذشته، یک ماه 45 روز، مکررن مقامات وزارت صحت عامه به شمول وزیر صاحب صحت عامه، معینه صاحب وزارت صحت عامه که خودم در اکثر سفرها حضور داشتیم. ما تازه دیروز خودم از قرنطین خلاص شدم که ما به هرات بودم و شفاخانه کویت 19 و شفاخانه مبارزه با کرونا را مدیریت میکردیم با شفاخانه کلان که معینه صاحبم در اون سفر بود. وزارت صحت عامه هرچی در توان داشته کرده و مشوره هم برای بزرگای مملکت دادن و برای تطبیق از او به حساب تا بسیار حدود اونا هم کاری کردن و برای تطبیقش یعنی وزارت صحت عامه کار خود کرده. ای که بالاترا چی رقم وضعیت اضطرار اعلان کردن یا نکردن، او موضوع وزارت صحت عامه نیست. ممنون شما. بیننده ما روی خط هستن، سلام بفرمایید. تماس شما وصل شده بیننده عزیز. سلام علیکم. سلامت باشین، سلام به شما، بفرمایید. علیکم سلام. ما از غزنی به تماس شدیم. در غزنی دکانا را بند کرده و مردم خیلی زیاد میگردن، نمیفهمیم که چه رقم است. دکانا بند شدن الان. اما مردم گشت و گذار میکنن، درست؟ مردم گشت و گذار میکنه، بازار از نفر هیچ جایی گشتن نیست و دکانا بسته است.
ممنون. سوال دیگر ندارین؟ روز شما خوش. جناب فوشنجی، شما گفتین وضعیت این که اضطراری اعلان شده وظیفه وزارت صحت عامه نیست. ما فکر کنم ولایتایی که قرنطین شدن با تفاهم وزارت صحت عامه قرنطین شدن. بیننده ما قسمی که گفتن اکثر نرف وزارت صحت عامه جدی گرفتن همیشه. برنامه های آگاهی دهی شما چقدر تونسته مؤثر واقع شده؟ شما ببینین که امی کنترل ای آفتی که جهانگیر شده، شما میفهمین که امروز از مرز 1 میلیون شاید بگذره تعداد کسایی که مصاب شدن وسط بین المللی. این همکاری تنها وظیفه وزارت صحت عامه رساندن پیام ها، توصیه ها و تنظیم شفاخانه ها و معاینات و گپایی که بر تداوی است می باشه که در تمام. مثلا شما فکر کنین در هرات، فرا، نیمروز پیش از این که ویروس داخل شود وارد ایزولیشن با تمام امکانات موجود بود و هسته و کار میکنه. همکاری های همه جانبه ای میخواه. مردم، سکتورهای خصوصی، سکتور دولتی، تمام سکتورهایی که زیرب باشن. شما فکر کنین وقتی قرنطینه اعلان میکنه، شما در صفحات اجتماعی دیده باشین در هند بلت و کوب مردم میپردازه پلیس، ناگزیر میشه. برای مردم گفته میشه مردم باید در خانه باشه. بزرگترین مبارزه با کرونا قرنطین و در خانه ششتن است که زنجیری از این مشکنانه، که زنجیری از این انکشاف نمیکنه، توسعه نمیکنه. اما ای که مثلا حکومت دکانه میتونه بسته کنه، اما مردم هایی که از خانه میبراین به این بانه و به او بانه و این کنترل از این بسیار سخت است. باید خود مردم همکاری کنه، به خانه خود بمانند، تنها کسایی که ضرورت یک ضرورت عاجل برای چیزی دارن بیرون برن. و اینمی پیروزی شما اگه وان چین که دو تقریبا میره که از بین بره، ببینین بزرگترین موفقیتشون دلیل قرنطین بودن او مملکت. شما در صفحات اجتماعی میبینین نیویورک که چی رقم قرنطین است و یک نفر شما در جاده ها نمیبینه. اما متاسفانه با وجودی که رسانه های محترم، تلویزیون هایی که چه تلویزیون شما باشه و تلویزیون هایی که فعالیت داره، من میبینم، من پیشترم که منتظر از این مجلس بودم، در تلویزیون شما دیدم که چقدر خوب برای مردم تبلیغات دارین. اما ای که مردم قبول کنه، او یک همکاری فوق‌العاده به خاطر صحت مردم و با وزارت صحت مردم. ممنون شما رئیس صاحب. بیننده ما روی خط هستن. سلام بفرمایید. جلالی صاحب سلام. خوارزمی دکتر بخاری برای شما میگم. دکتر بخاری هم برای همسارای عزیزتان داره. من خواستم برای دکتر سن محترم داره لطف کردن این روز شرایط خراب آمدن و اونها راهنمایی میکنن. خیلی تشکر شما میکنیم. اول دکتر سن محترم میکنیم. ما از مردم افغانستان خواهش میلیمی است وقتی که سیاست نامه اعلانات میکنه، اعلان میکنه برای مردم میرسانه و این مردم جدی نمیگیره. خدای نخواسته، خدای نخواسته اگر این همگیر شوه این نه سیاست نامه جمع کرده میتونه و نه دولت جمع کرده میتونه. حالا سیاست نامه خداوه خیرش بکنه که برای مردم راهنمایی میکنن، دکترها برای مردم میگن. ما تا احمرود برنامه را میبینیم، میشنویم، راهنمایی میکنن، اما مردم جدی نمیگیره. وقتی که جدی نمیگیره دیگه سیاسی همه بیچاره مسئولیت در برابر ما شما حدا کرده. شما کاری میکنه، مثلا کابل قرنطین کرده، من میبینم همه روز رفت آمد میکنه و 4 تا دکان که بسته شده او جایی را نمیگیره. وقتی که دکان بسته شده یک نفر در دکان است دیگه، صرف نیست در دکان. خواهش از دولت ما اینمی هستی یا این هر کاری که میکنین در ملت میکنین شما دلسوز هستین، واقعیت میکنین و ملت تیره نمیپذیره و ملت خود دوچار همچه مشکلات میکنه. ما دولت خواهش میکنیم که هر کاری در برابر این ملت میکنه باز بکنه، بکن ملت خود فرق نمیکنه. ملت خود دلز به اولاد، دلز به اندیوال، دلز به قومش نمیسیده. خواهش اینه مردم افغانستان این نمیره جدی بگیره، در خانه های خود تنیز ببانیم و کسایی را مشکل میدونیم که میگه که مالا خان غریب هستیم، نداریم سرخانی سنام نپذیریم. بله سیم غریب هستیم، ما همه کن ما غریب هستیم در افغانستان، اما دولت هم در این باره مسئولیت داره که برای مردم فقیر باید یک چیزی برسانه. در خانه شما فکر کنید در پاکستان قرنطینه است،
در این دوستا قرنطینه خانه سه وقت نان میرسانه. شما میبینید ما میبینید سه وقت نان در خانه هایشان میرسانه. دولتی مستی میکنه حتی سال نمیرسانه نانشان نمیگیره. خواهیش اینه که جارای محترم ما از سرای خصوصی ما از رهبری کلانترهای ما خواهیش ما اینه نیستی وقتتان است، وقت خدمتتان است، وقتی که برای مردم یک چیز را برسانید. شما ببینید حالا ما شما با خانواده خود استفاده کرده نمیتونیم ثبت بکنید. این دارایی را چی کنید؟ این سرمایه را چی کنید؟ سرمایه تانا بیارید در اختیار مردم بگذارید که خداوند کریم از این گروه کرونا ما را دور داشته باشه. دوستای غریبا را بگیرید که از خانه نبراید. شما میتونید که یک غریبتان در کوچهتان در خانه هایتان جمع بکنید و بریم برای جونه ما یک ماه خوراکش رو نبکنیم شما از کرونا دور باشید. وقتی که فقیر میبره وقتی که فقیر نان خوردن نداره میبره با شما میگیم والا کرونا ما را گرفت. شما او را نان بکنیم در خانه هایت رو نگاهش هم بکنیم کرونا هیچ وقت در افغانستان سردرد نمیگیره. خواهش من سیت یا می نمیست که مرزای ما را کسایی که در مرز از ایران داخل افغانستان میشه اینا را با 14 روز 15 روز در آمود قرنطین بکنن. این فیروزی کرونا در چهاردار پردرون معلوم نمیکنن. ما تصایی را دیدیم که اولی در بدخشان یک کس مایانه شده در کابل دوباره گفته کرونا نداره. دوباره که در بدخشان میره مایانه میشه کرونا داره. این چی رقم هست؟ این چی رقم ما شما عدا میکنیم؟ سیاست یا ما خواهش میکنیم که این چیزای سکایشان مطمئن باشه و مطمئن نشاله هستن. سیاست یا ما این کارها را کردن ولی جدی بگیرن. ما سرمایه‌دارای ما از کسایی که مثلا در کابل زندگی میکنن در پارتمان ها خواهیش میکنن کرای مسلمان ها را نگیرن و چیزی که دارن در توانشان در اختیار مردم بتن دیگر رفت آمد نکنن. دولت ها خواهیش میکنن که اگر یک دکان چهار دکان هم هستا میکنن که کنن چهار نفر در اون دکان بالا نیست. غریب ها فقرهای ما رو بشنانه بگیرن. از مادرها و از پدرها و از عالم ها خواهیش میکنن که دعا بکنن که این کرونا را خداوند از افغانستان دور داشته باشه. تشکر برای خواهر عزیز مهربان. تشکر و ایسیدین از نظرات نیک خودت که در برنامه اشتراک کردی و با ما و بیننده ما شریک ساختی و یک بخش سوالشان در قسمت و هموطنان من کزیران برمیگردن. دیدگاه اینو این بود که باید قرنطینه شوند. نفهمیدم. دیدگاه و ایسیدین این بود که هموطنان ما از ایران که برمیگردن باید قرنطینه شوند. سعی کنین در مرز ما خود ما شاهد هستیم. گفتم چند روز پیش من از ایران آمدم. اگر مرز رسمی را گیرم که بند کنن و مردم قرنطینه کنن، شما مردم هم میشناسین، شما مرزهای افغانستان هم میفهمین، شما همیال گزارش ما چند روز پیش خواندم که چرا سر مرز اسلام قلعه چون بیروبار است یک تعداد از وطنای ما از مرز ذوالفقار که نزدیک ترکمنستان و ایران است از او تیر میشن و از او به شکل غیر قانونی میآیند و اگه یک قسمت اسلام قلعه را بگیریم که ما قرنطینه کردیم، اول قدر منابع در کجا پیدا میشه که شما روز 15,000 میاید در روز 150,000 نفر در کجا جای به جای بکنی؟ و ضمناً اگه قرنطینه شروع کردی این مردم خبر میشن اونموست که از مرز رسمی نمیان، از مرزهای غیر قانونی میان که خطرش هنوز زیادتر است و شما میفهمید که ما بسیار مرز طولانی با ایران با پاکستان داریم و که کنترل از او بسیار سخت است و این یک نظر خوب است، اما عملی کردن از این بسیار زیاد مشکل است و ضمناً هم امید تمام کسایی که از ایران میاد تمام از این مصاب نیست و اونجا تیمای سی ای هست حرارتشان رو میبینه و یک چک میکنشان اگر مشکوک باشن از اونجا امبولانس هاست راسن به شفاخانه هم میکنه. ممنون. شما بیننده ما از سمنگان روی خط هستن. سلام بفرمایید. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. رئیس صاحب شکایت هایی که از هرات بر ما رسیده گفته میشه تجهیزات صحی وجود نداره اونجا، امکانات شما آنچنانی نیست. حرف شما. ما از ایراد خوب است که مستند گپ میزنم. واقعا بسیار تراژدی خوب نیست ایراد وقتی که با ایران ما هم مرز هستیم تمام کسایی که از ایران میان از ایراد عبور میکنن. اما در مورد تجهیزات ما نمی چند روز صفات مجازی را منای سیزی که ولایت افغانستان کار میکنم مسئولیت دارم میبینم. در ایراد تا امروز 184 واقعه است. از 184 واقعه سعی کنین
یک سیر مایل بسیار ضعیف داره، یک سیر جدی داره، یک سیر کریتیکال که بسیار جدی می باشه که باعث نفس تنگی ها میشه که با وینتیلاتور ضرورت داره. ما در ایراد امیال عملا از 13 تا 16 تا وینتیلاتور داریم. تا حالا هیچ مریض ما وینتیلاتور طلب نشده. اگر شوه یک تعداد معدود است که ما به قدر کافی داریم. دیگه یک دوای خاص کار نداره، نمی دوای تقویتی و امیار کار داره که در ایراد به شکل کافی است. و در ایراد یک شفاخانه 150 بستر جور شده که من خودم تا همراه معین وزارت صحت عامه تا آخر او را دنبال کردیم که مریضا جای به جای شد. تا حال اونم شفاخانه پر نشده. و شفاخانه دیگه که آجی کمپ است با 300 بستر آماده است که اگر خدای نخواسته زیادتر شوه به اونجا ببرن. مواد غذایی، دوا، دکتور، یعنی استخدام ما همونجا بودیم که برای کرونا صورت گرفت با معاش کافی و فعلا ما استاف کافی داریم به هرات. ما بسیار پرابلم فعلا در هرات از نقطه نظر تجهیزات جدی نمیدانم. مردم حق داره سر صداهای میکنن در صفحه مجازی، مثلا یک آدم بسیار ببخشین غیر مسلکی وینتیلاتور میگه، در حالی که مشکل جدی ما وینتیلاتور نیست. بعضی چون کار کرده رایستیم، بعضی مشکلاتی که خلق میشه اوتومات که برای ما میایه که میبینیم قابل حل است، اما آنان حل میشه و وزارت صحت عامه، رؤسای وزارت صحت عامه، کمیته هایی که جور شده، تمام از اینا متوجه نقاط آسیب پذیر هرات، فرا و نیمروز هستند و هر روز تماس هستند و اینمی لازم که ما و شما گپ میزنیم به استاک مرکزی وزارت صحت عامه تجهیزات میره به حساب بسته بندی میشه که بسیار به زودی در دو سه روز آینده به تمام ولایت افغانستان به قدر کافی برای شفاخانه های ایزولیشن و بخش کرونا میرسه و کارهای بزرگ در وزارت صحت عامه شده. رئیس وزیر صاحب صحت عامه و تمام مقامات با جدیت شب و روز کار میکنن تا بتانن علیه ازی پدیده مبارزه کنن و ضمناً همکاری مردم از طریق تلویزیون شما که بسیار بیننده داره میخواهیم. بزرگترین همکاری مردم است که دستای خود را که صابون بشویند، در خانه خود بشینند، بسیار بیرون نبرایند، به نام سوشیال دیستنس یا فاصله اجتماعی را اینقدر که بین ما و شماست باید مراعات بکنند، حتی در خانه خود که اعضای فامیل خود. اینمی چیزهای بسیار اساسی است که ما میتونیم با می مملکت فقیر علیه کرونا پیروز شویم. ممنون شما رئیس. بیننده ما از هرات روی خط هستند. سلام بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین. سلام به شما. بفرمایید. از هرات هستم. سروری هستم. بفرمایید آقای صاحب. بله از هرات هستم. سروری هستم. خیلی خوب است. ما صدای شما را داریم. بفرمایید. شما همین جناب بزرگوار که دکتر صاحب هرچه هست با شما صحبت میکنم. دفعه معقولی هست. من اینجوری هست که به ایراد شما میگه امیال صبح به یک مریضی داشتیم به میپردم به اون به پیش شک دارد یک خونه یک دادتر دارد تو بو فو کرنتی کرد. من از این دفعه بای مرخون رفتم رو به پایین این شهر نرد خدا رو به شما شاید میگیرم همون مردم همین کارگر رو به سر همین گذر چیسته نه ماش داره نه دستکش داره ولی از مجبوری و بدبختیه. از این کمک هایی که اینا میگم ما به ایران دادیم مثل راضی بزرگی فکر کردیم ریاست جمهوری میگه چند دادیم دکه بزرگوارا میگه حالت هم این مردم را اگر فکر کنن هیچ گاه این مردم به سر از این نمیاد در حال که استاده بیاد نفتی مردم را ریسته به هر دنشی که دسته به تن بازارا به روز هم این بس نفت داره نه دیگه زنده نیاست پر به بدبختی یعنی این بشکل کار شما میگه بیراد چه کاره بیراد هیچ مشکلی نیه مردم بیراد مردم با سخته مردم با ایستاته این شهر و جاولای همه چیز در میفهمه ولی حالت مردم به این فرم بیچرگی هسته هیچ کس گفا هست عمل نیه. اگر از ریاست جمهوری گفتم ما کمک کردیم چند بدادیم به ولایت دادیم به مستفیت به در یک خونیت داریدی که دو تا نون برده که همین دو تا نون امروز با همین اولادا خب بخور تو به سر گذر مزدوری به تو پیدا نمیشه اینمور فکر کنه میشه. تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین و این مشکلات با ما در میان گذاشتین. تا اونجایی که به جناب
فوشنجی البته نماینده وزارت صحت شما هستیم برمیگرده در قسمت به مردم هم شما ماسک و دستکش توضیح میکنید. خیلی خوب باشه که وی همشهری خوب ایرتی جواب بودم. بسیار تشکر، خیلی شما خوب اشاره کردیم. جناب محترم قسمی که میفهمیم وزارت صحت عامه بسیار بسیار فوکس خور سر مرزا داره و شفاخانه ها داره و با مریضایی که مثبت میشم تست خور بالا میبره، لابراتوار مجهز میسازه و همزمان به اگه شما متوجه باشین مردم خیر ایراد تقریبا ما تعقیب میکنم. همین شام دیروز آقای خوشک وکیل پارلمان با آقای محبی برای 13 ست فامیل نون دادم و مردم همکارم، من خوب خبر دارم. خیلی از مردم ها مثلا بنیاد فقیری حتی مریض ها تا چند وقت پیش صبحانه و زور برای نامه دادم. ای که ماسک خیلی چیز قیمت امنیه که شما ای به امی خود مردم ارتباط داره که چی رقم وزارت صحت عامه گفته که اگر شما بیرون نشین خب او برای غریبی بیرون میشه، معلوم دار این وظیفه وزارت صحت عامه نیه که غریبی کار برای از او مهیا کنه، این از سکتورهای دیگه. اما تا جایی که وزارت صحت عامه توان داره برای هم ولایات آسیب پذیر به قدر کافی کوشش میکنه برسه و برسیده و مشکل ایرات ما درک میکنیم، هم مهاجر زیاد داره از اطراف و هم مردم هم آماده رهیه و کار هم نیه. به خاطر از این مشکل عمده ایست که هم قرنطین شده کسی هم کار نمیکنه. دیگه این وظیفه خود بزرگوارایی که به شهر بیرون میشه یک ماسک، من فکر نمیکنم من که به ایراد بودم ماسک توزیع میکردم مؤسسات مختلف و شارتیج ماسک نیه که ماسک خیلی ضرورت هم باشه که یعنی اونا نمیپوشن. مشکل مهم اینه که اونا از خونه خوب در نشن، چون میفهمم دیگه کار نیه، وقتی کار نباشه چرا جادار شلوغ میکنه. تشکر جناب فوشنجی. بیننده عزیز با ما باشین، وقفه میگیریم برمیگردیم. ادامه برنامه است. تشکر میکنم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من محمد ناصر فرشنجی رئیس هماهنگی صحت ولایت است و بس ما در رابطه با نگرانی مردم از گسترش ویروس کرونا در افغانستان و آمادگی های وزارت صحت و فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. بیننده ما از هرات روی خط هستن. سلام بفرمایید. سلام علیکم خانم صادق، شما از هرات شدم. بفرمایید. از سلام دارم خدمت شما و خدمت دکتر صاحب. سلامت باشید. بعد از این ما مردم را واقعا از دولت خود گیلمندیم. همیشه من نمیخوام چرا مردم هرات نادیده گرفته میشه از نظر مرکز و از دیگه موضوعات گذشته. در این وقت حساس واقعا ما تنها گذاشتم. امروز ببینیم که چقدر از پرسنل سهی ما اینا به مشکلات دوچارند، درست ندارن لوازم بهداشتی و میبینیم که چقدر خود از این ها بساب شدم. من نمیخوام که چلی رقمه و دیگه بفرمایی ها و ای که فقرهایی که در هرات بود اصلا قبل از اینکه قرنطینه سرشماری نشد و میبینیم که در کابل کار صورت گرفت. واقعا مردم هستن که مجبورن از خونه بیان بیرون و به خاطر یک لقمه نان. دیگه من امیدوارم که دولت ما دیگه تبعیض قائل نشن اینجی ولایتا و امیدوارم که خود ما از این مشکلات نجات بده. تشکر. تشکر از شما از اینکه در برنامه اشتراک کردین و حرف خودتان با ما در میان گذاشتین. جناب فوشنجی، وزارت حج اوقاف چقدر با شما همکار است؟ قسمی که افغانستان چیز به می سوال خورم بپردازم. خیلی خیلی مهم یک گپی هستی برای وزارت صحت عامه. درست است که 16 تن از کارمندای صحت هرات به مثبت ارزیابی شدن. برای از این خبر خوب بگم که من به هرات بودم، از تمام جزئیات همیشون زن نفر خبر دارم، هیچ کدام از اینا از داخل شفاخانه به حساب
کنترل کرونا این تکلیف نگرفتن که یعنی اونجا کار میکردم دکتر صاحبایی بودن که سفر ایران داشتم آمدن بدون از اینکه چکشن داخل سرویس ها بودن اینا یکی از دیگه گرفته که برای از اینا ساعت کامل میخوام و یک از اینا شکر منفی شده که همه شما خبر داریم و انشالله همه منفی میشن و یک چیز متوجه باشین خواهر گلمه که اینها همه سابقه تماس با مسافرین ایران دوستای ایران که از ایران آمدن داشتن و یا خود از اینا به ایران سفر کردن که از ذکر نامشان ما خودداری میکنیم و ما با جزئیات از این خبر داریم که هیچ کدام از شفاخانه کنترل کرونا مشکل نگرفتن موفق باشید ممنون شما بس ما این بود که وزارت حج اوقاف چقدر با شما همکار است دیده میشه در بیشتر موارد مردم با جماعت میرن و اشتراک میکنن وزارت حج اوقاف امرای ما تماس های داره امرای جناب وزیر صاحب داره امرای کمیته ما داره تا بسیار حدود بسیاری جایا مثلا به هرات تازگی رئیس حج اوقاف اعلام کرده که نمازهای خود را به خانه بخونیم و به کابل هم بعد از آذان بسیار جایا اعلان میکنن که نمازهای خود را به خانه بخونیم که بسیار تشکری میکنیم یکی از پیشگیری های مصاب شدن به کرونا همیست که از اجتماعات اجتناب بورزیم و شروع شده این کار که قابل تمجید است تا وقتی که خطر کرونا از افغانستان محو میشه از اجتماعات مثل که مردم عروسی های خورده پسپون کرده مثل که مردم در جیم نمیره مثل که مردم به حمام نمیره که اجتماع نشه وزارت حج اوقاف هم همکاری کرده و ایره اعلان کرده و ما به می 48 ساعت گذشته متوجه هستم که مردم نمازهای خود در خانه ادا میکنن اونا با ما همکار خوب هستن ممنون شما تماس روی خط است سلام بفرمایید سلام خدمت شما مهمان برنامه شما از کابل تماس گرفتم ما برنامه شما و برنامه تلویزیون افغان در این 4 روز گذشته با توجه هستم در تمام دنیا ویروس افزایش یافته بغیر از ووهان چین که تقریبا 5 روز میشه که بمو تعداد که بوده بیشتر نشده از وزارت صحت کارما و مهمان برنامه شما سفارت چین به تماس هستن که چی برنامه های رو دوست داره کام تشکر از شما پاسخ شما رئیس سلام به بیننده شما تشکر از سوال شما نه تنها که در تماس هستن کل شما اگر به سایت های اینترنتی ووهان چین برین تمام تجارب خود ووهان نوشته کرده وزارت صحت عامه همکارا دکتر صاحبا همه او را میبینن و تطبیق کرده را ایستن انشالله که با همکاری وزارت و کسایی که در با در چین ارتباط هستن از تجارب از او بیاموزن و به نفع از این مملکت استفاده شد. ممنون شما رئیس صاحب. یک عده از بیننده ما به این باور هستند آمار مبتلایان ویروس کرونا بیشتر از آن چی است که وزارت صحت عامه اعلان میکنه و دلیلش این گفتن که آزمایش صورت نمیگیره. پاسخ شما چیز بیننده ما؟ ما وزارت صحت عامه هیچ چیزی نداره که پنهان کنه. ضرورت هم به پنهان کردن از این نداره. خداوند زیاد نکنه یک واقعه را گزارش میده چی فوتی چی منفی شده ساعت یاب شده با کسب سلا رخصت شده و چی فعلا در شفاخانه هست در تمام ولایت به بسیار سرعت در بسیاری ولایت در تمامش نه لابراتوارها جور شده و امو کسی که مراجعه میکنه تستشانه میگیره کسی که مثبت باشه اون شما میبینین هر روز بعد از ظهر تعداد اعلان میشه یک کم فشار سر لابراتوارها هست یک کم زمانگیر است این معاینه نیست که مثل معاینه گروپ خون باشه که در چند دقیقه نتیجه بده این معاینه است که وقتگیر است و فشار سر از او زیاد است اما هیچ چیزی را وزارت صحت عامه از مردم خود پنهان نمیکنه و من هستم یک خدمتگار صادق در خدمت مردم است. ممنون شما بیننده ماری خد هستن سلام بفرمایید. بله سلام. سلام به شما. بفرمایید. گریه هستم از هرات. بفرمایید. من خدمت شما دکتر به سلام عرض کنم واقعا که از دکتر خانمایی که در هرات
مردانی خواهی با کسایی که زنگ میزنم در رابطه چی میگم و این کار رو نرسد این کار نرسد واقعا به شهر ایراد کارا زیاد بشه کسی که دکتر است و کسی که مسئول این کار کارا زیاد بکنم مجموعه خودش رو بیرد بزنم که همون کتابخونه در موقعیت هست. ممنون شما بیننده عزیز با ما باشین. وقفه میگیریم برمیگردیم. ادامه برنامه است. تشکر که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. در ادامه برنامه همچنان با ما باشین. جناب فرشنجی، شکایت های به ما از شفاخانه افغان ژاپن رسیده که به بیماران رسیدگی صورت نمیگیره. پاسخ شما. چیزی که من میفهمم در مورد شفاخانه افغان ژاپن، شفاخانه افغان ژاپن خوب تجهیز شده و استاف کافی داره. شما میفهمین هموطنان ما یک مشکلی که در وطن ما هست میخواین آنان همه کار شوه. وقتی که مراجعه میکنن اینا سعی کنین یک چیزی را کیس دیفینیشن میگن یا کیس شناختن. حالا هر کسی که یک گلون درد عادی هم میشه یا یک اینفلوئنزا ریزش میباشه حقش هست که بره. او بسیار ورخطا میباشه که زودتر معلوم شوه که به این ویروس مصاب است یا نه. به مخاطر فشار سر از باز زیاد است، یک کمه که به حساب تال میخورن باز شکایتشان بیرون میشه. شفاخانه افغان ژاپن با استاف کافی، امکانات کافی در خدمت هموطنان است. یک کم از حوصله مندی کار میکنه. ممنون شما. یک شکایت دیگر که رسیده، بالا رفتن قیمت دارو در دواخانه ها است. پاسخ شما به بیننده ما چیست؟ اکثرا دارو میگیرن. گفته میشه که داروی ملاریا مفید است به این بیماری. بله، این چیزای است که در پروتکل های تداوی است. متاسفانه شما ببینید که اگر چه باید تو نباشه، وقتی که یک جنجال میشه شما فکر کنین تمام راه ها بند است، پرواز ها بند است. شما شاید بودین تا چند روز پیش فکر میکنم حل شده در تورخم صدها ترک ما شما بند بود که وا ادویه هم داشت و غذا هم داشت و همه چیز، تنها دوا بالا نرفته. دوا یک مقدار کم، اما دواهایی که بسیار برای کرونا مثلا سینتایزرهای دست است، همین که دست پاک میکنن، صابون است یا مثلا ماسک است، اینا بالا رفته. دیگه دوا به شکل زیاد بلند نرفته. اما دلیلش هم است که راه بند است، دوا نمیرسه. مثلا به هرات امیال نه از طریق زمین نه از طریق هوا، غیر وزارت ساعت هامه که روان میکنه، یعنی سکتور خصوصی نمیتونه دوای خدا باره. خود به خود یک چیز که کم شد، یک مقدار ایگه پا میشه و انشالله که کنترل شوه. ممنون شما. بیننده ما قریشی از کابل روی خط هستن. سلام بفرمایید. سلام با خدمت شما خانم کراسونی و تلویزیون یک. تشکر میکنم از تلویزیون و همکارای شما. یک پیشنهاد من با تلویزیون یک بود که برنامه‌تون زیاد بسازن، یک که متاسفانه پال زیاد نشده. موضوع دوم خدمت میمون شما. اول خو از روز اول تظاهری سر ساعتم تشکر که در ادلا رسانی واقعا تیمشان تیم کارینس. شما ببینید وقتی رئیس صاحب صحت عامه هرات، والی هرات، همه امکانات در دسترستان هست، نیز تجارا هست در خدمت شما، یک مکتب، یک لیسه، یک دایره دولتی را بگیرین، چپرکت، توشک، مواد اکسیژن، کمک مردم میرسن. مدیریت درست نیست. ببینید والی تعیین کردن آسان است، والی که مدیریت داشته باشه، رئیس صحت عامه که مدیریت داشته باشه. امروز دفترهای ما مصاب به ویروس کرونا شد، چرا مدیریت درست نبوده؟ از یکی بسیار عالی. آره، در قسمت ماسک اینه ببینید مردم افغانستان خصوصا 3-4 شهر که هست که قرنطین شده، تخمین 80% قرنطین است. پس دولت به چی تدابیر داره؟ ولی صاحب کابل استاد میگه که ما مردم قرنطین داریم، مجبور میشیم چند تا تجار میخواد چند بوجه ها رو برنج و روغن. امروز با مردم خانه به خانه چی شده؟ آگاهی عامه در کدام قسمت رسیده؟ در قسمت وزارت صحت عامه واقعا رئیس های صحت عامهشان یک چیزاشون تشکر، یک چیزاشون واقعا به کفایت هستن. مدیریت درست ندارن، ولی مدیریت درست ندارن. فقط میگن امکانات از کابل به امکانات از کابل به در این قسمت. در مورد دیگر شما در شهر کابل که 8 میلیون نفوس است، چی پلان داره وزارت صحت عامه؟ ما پیشنهاد ما اون وقت هم همین بود، یک وبسایت جای دور کنن، در وبسایت مردم کانتکت داشته باشن، پیشنهادات داشته باشن، انتقادات داشته باشن. در پولی ازی باید لیست کسایی که رضاکار از او گرفته شده، در هر نوعه، در هر ولسوالی باید یک مکتب
پارچ و چپرکت توشکال تجارا کمک میکنه. تشکر از شما، تو زمان برنامه کم از جناب خوشنجی باید به شما پاسخ بده. شما چی نظر داره؟ روزتان خوش. تشکری میکنم از تلویزیون یک، خدا کنه که برنامه تان زیاد. تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین. پاسخ شما. بیننده محترم به شما سلام، تشکر از شما. در مورد هرات یادآوری کردیم، ریاست سهام هرات بسیار تلاش داره. ما هم یک شفاخانه 150 بستر که به حساب برای کرونا تخصیص دادیم، خوشبختانه که خدا هیچ وقت نکنه تا حال پر نشده، ما یک شفاخانه 300 بستر داریم در هرات بعد از این، و یک شفاخانه که 100 بستر است در حال اعمار است تا یک هفته دیگه، و یک شفاخانه از جناب نثار احمد غوریانی که منطقه کلان است در حدود 200 بستر، ما عمل در حدود 800 بستر در هرات آماده داریم که خداوند نکنه که ضرورت شوه، اگر ضرورت شد آنان فعال است و کار میشه. در مورد وبسایت که شما میگین که وزارت صحت عامه به حساب راپرته، اول خو دسترسی کل مردم افغانستان به اینترنت به خاطر قیمتش هم نیست، به خاطر به حساب دانش ما و شما میفهمیم که بسیار مردم بی سواد داریم که نمیتونن از این استفاده بکنن، و ضمناً وزارت صحت عامه یک دفتر داره، یک ریاست داره به نام شکایات وزارت صحت عامه، تلفن‌هایش است، شما دا به سایت وزارت صحت عامه برین، هر لحظه میتونین با اونا تماس بگیرین و رئیس صاحب ازو در جواب شما میپردازه. و در مورد ولایات که گفتین که مکتب یا کجا کجا را شفاخانه جور کنن، تمام ولایات با اطمینان برتون گفتم میتونم 34 ولایت تمامش بخش ایزولیشن خود داره که خوشبختانه شما میبینین در یک جای یک مریض است، در یک جای دو مریض است، در یک جای هیچ نیست. مثلا شکر ما در پنشیر هیچ نداریم، در پروان هیچ نداریم، مثلا در بعضی ولایت هایی که فعلا یاد من نیست هیچ ما واقعی نداریم. ممنون حضورتان هستیم در برنامه. روزتان خوش. بیننده عزیز، از شما همچنان تشکر که با ما بودید. روزتان خوش. خدا نگهدار همه ایتان.